عربستان برای اولین بار درهای یک استادیوم را برای زنان باز کرد تا آنها کنار مردان تماشاگر جشن‌های ملی باشند. اجازه ورود زنان به محل برگزاری جشن‌های 87مین سالگرد تأسیس عربستان سعودی بسیاری از زنان عربستانی را به حضور بیشتر در عرصه‌های اجتماعی امیدوار کرده. هرچند اصلاحات در این کشور به شدت محافظه‌کار و سنتی به کندی پیش می‌رود، مجید خیام‌دار گزارش می‌دهد. روزنه ای به آینده ای متفاوت برای عربستان. مساء الخير. استادیوم ملک فهد ریاض دیشب صحنه اتفاقی بی سابقه بود. اینجا برای اولین بار زنان کنار مردان از نزدیک تماشاگر یک جشن ملی بودند. جشن 87مین سالگرد تأسیس کشور عربستان سعودی. دیگر نه جایگاه تماشاگران در تسخیر کامل مردان بود، نه صحنه نمایش. نقف معك أيها المستقبل، نحلق بجناحين إلى قمم العزة وعنفوان الإرادة. أتضرع إلى الله أن يحفظك وينير لك الطريق. جشن ملی عربستان بخشی از اصلاحات در این کشور اسلامی بسیار محافظه‌کار و مردسالار است که در آن زنان بسیاری از آزادی‌های مردان را ندارند. زنان هنوز اجازه رانندگی ندارند و برای تحصیل و سفر باید از پدر یا همسر اجازه بگیرند. حجاب هم برای زنان مسلمان عربستان اجباری است. سینما و تئاتر هم مجاز نیست، اما مدتی است که کنسرت برگزار می شود، هرچند در محیط کاملا مردانه. اصلاحات اخیر امید زیادی در زنان طالب تغییر به وجود آورده. امیدوارم در آینده نزدیک به زنها اجازه کارهای بزرگتر و بهتر بدن، مثل رانندگی و سفر و غیره. این اولین باره که من به استادیوم اومدم. حالا بیشتر احساس میکنم که شهروند عربستانم. نشعر انه فی نوع من التفاهم. احساس میکنم درک تازه‌ای به وجود اومده. احساس میکنم فضا برای ما بازتر شده. گذشته خیلی سخت بود، مخصوصا برای زنها. انشالله دفعه بعد که مسابقه فوتبال برگزار شه ما هم بتونیم برای تماشا به استادیوم بریم. و عقبال مباریات انشاءالله ما نحضر بإذن الله. برگزار کننده جشن ملی عربستان سعودی تشکیلاتی است به نام اداره تفریح و سرگرمی که پارسال تأسیس شد در چارچوب یک برنامه اصلاحات به نام چشمانداز 20C. پرچمدار این برنامه محمد بن سلمان ولیعهد جوان عربستان است. او 32 سال سن دارد. بسیاری میگویند شاید پدرش در زمان حیات سلطنت را به او واگذار کند. هرچند همین حالا هم سیاستگزار اصلی کشور اوست. اصلاحاتی که او از 2 سال پیش در این کشور به شدت محافظه‌کار شروع کرده شامل کاهش وابستگی شدید به درآمد نفت و ایجاد زمینه‌های جدید فعالیت اقتصادی برای جوانان است. از جمله صنایع توریسم و سرگرمی و بازتر کردن فضا برای حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی، هرچند بعضی از روحانیون سنتی این آزادی‌ها را خلاف شرع می‌دانند. 2 سال پیش برای اولین بار به زنان عربستان حق رأی دادن و نامزد شدن در انتخابات شوراها داده شد. 2 سال پیشتر هم ملک عبدالله پادشاه وقت 1/5 کرسی‌های مجلس شورای این کشور را به زنان اختصاص داد. فضای سیاسی عربستان هنوز بسته است و عرصه برای بحث عمومی درباره وضعیت حقوق بشر در آن باز نیست، ولی اصلاحات اجتماعی در جریان است، هرچند به کندی. مقام‌های حکومت عربستان و بعضی از مردم این کشور عمیقاً محافظه‌کار می‌گویند خود جامعه تغییرات سریع و گسترده نمی‌خواهد. عربستان حالا شاهد حرکت آهسته از کنار بعضی سنت‌های قدیمی است، حرکتی که طالبان تغییر امیدوارند پیوسته باشد. مجید خیام‌دار، BBC. افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا از لیدز با ماست. آقای شاهی، آیا آنچه که ما شب گذشته دیدیم یا در حقیقت این گزارش اون رو نشون داد میتونه آغاز پوست‌اندازی یک رژیم بسیار محافظه‌کار و سنتی رو نشون بده؟ ببینید، از زمان تأسیس
خاندان آل سعود و کشور عربستان سعودی تا به امروز احیانا ما شاهد ظهور حکمرانانی بودیم، پادشاهانی بودیم، مثلا مثل ملک فیصل در دهه 60 و 70 که زمینه و بستره خاص اجتماعی رو به وجود می آوردن برای بعضی از تغییرات و اصلاحات اجتماعی که عموماً مواجه می شد با اعتراض قسمت قابل توجهی از جامعه مدنی عربستان سعودی و محافظه‌کاران اصولگرا و سنتی عربستان. و اتفاقاتی که ما در دو سال گذشته شاهدشون بودیم به شکلی دنبال رو تغییراتی بودن که حتی ما در زمان صدارت و سلطنت ملک عبدالله هم شاهدشون بودیم. اما اصلاحات اجتماعی، اصلاحات فرهنگی برای عربستان سعودی حساسیت‌های ویژه امنیتی میتونه در پیش رو داشته باشه. این رو ما باید مد نظر داشته باشیم که جدیترین اپوزیسیونی که در چند دهه گذشته، جدیترین نیرویی که در واقع حاکمیت عربستان سعودی رو به شکلی به خطر انداخته در چند دهه گذشته، اپوزیسیون سکولار یا لایک یا لیبرال نبوده، بلکه اپوزیسیون و نیروی مذهبی بوده که بر این باور بوده که سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی خاندان عربستان سعودی به اندازه کافی در واقع دقیقاً اصالت مذهبی نداره. دقیقاً همین نکته رو از شما بپرسم که این تصاویری که زنان رو می‌دیدیم که چهره اونها هویداست، بعضی از اونها روسری‌هاشون هم اون طرف رفته، اون عبای سنتی رو دیگه ندارن، این چهره از نظر مفتیهای مکه و مدینه و شیوخی که بسیار به محافظه‌کاری شهرت دارن چطور دیده میشه؟ آیا واقعا اونها توان این رو دارن که مشکل ایجاد بکنند؟ اصلا اجرای همین مراسم تأسیس سالگرد عربستان سعودی به این شکلی که امسال برگزار شد با این عظمت و با این شکوه، اعتراض بعضی از روحانیون وهابی رو در پی داشت. در دو سال گذشته حاکمیت قدم‌های بسیار آهسته‌ای رو داره برمی‌داره که به شکل یک سری تغییراتی که در بعضی از مواقع من میتونم بگم که تغییرات آرایشی هستند، این تغییرات رو به وجود بیاره که زمینه در واقع اصلاحات اقتصادی هم به وجود بیاد. اما در این حال صداهای در واقع اپوزیسیون مذهبی هم کم نیستن و اگر که حاکمیت عربستان سعودی خصوصا در شرایط فعلی که هنوز اونجوری که باید شاید ولیعهد فعلی نتونسته در واقع یک صدارت بدون قید شرطی رو در ریاض داشته باشه، اگر که این حساسیت ها به اندازه کافی رعایت نشند و درک نشند، میتونه در واقع خطرات جدی برای این خاندان آل سعود داشته باشه. همیشه اینطور استدلال میشده که خود جامعه در عربستان سعودی چندان آمادگی نداره. من تصاویر رو که نگاه میکردم غیر از بخشی از مراسم شب، در طول روز خیلی از جاها در استادیومی که جشن رو برگزار کرده بودند جمعیت چندانی دیده نمیشد. تا چند اندازه میشه گفت که این تغییراتی که توسط شاهزاده جوان داره انجام میشه میتونه به مزاج عموم جامعه و افکار عمومی خوش بیاد؟ جامعه عربستان مثل هر جامعه دیگه از لحاظ فرهنگی متکثر است، اما شاید بهتر باشه من برای شما یک مثال بزنم. دو سال پیش بخشنامه صادر شد که قدرت مأخوف‌ترین نهاد مذهبی و سیاسی این کشور رو به شکل جدی کم کرد و این نهاد نهادی نیست جز هیئت امر معروف و نهی از منکر عربستان سعودی. دو سال پیش بخشنامه‌ای صادر شد که قدرت جلب و قدرت دستگیری از این نهاد گرفته شد. اما در دو سال گذشته قسمت قابل توجهی از مردم عادی عربستان حاکمیت رو لابی کردند و فشار آوردند که قدرت هیئت امر معروف و نهی از منکر باید بهشون در واقع بهشون داده بشه که دوباره بازگردند و حامی معنویت عمومی و معنویت اجتماعی باشن. این نشون میده که این دوگانگی
تجدد و سنت با اون شکلی که حاکمیت نماینده بدون قید و شرط سنت هست و جامعه مدنی داره فشار میاره که فضا و بستره اصلاحات اجتماعی به وجود بیاره در عربستان وجود نداره و اگر اصلاحات فرهنگی و اجتماعی هم بخواد صورت بگیره حساسیت های بسیار خاصی وجود داره که اگر حاکمیت اونها را رعایت نکنه میتونه تبعات بسیار جدی براشون داشته باشه، مثل تبعاتی که ما در دهه 90 دیدیم که در واقع اپوزیسیون های مسلح مسلمان و سلفی به شکلی امنیت عربستان سعودی و امنیت خاندان آل سعود رو به مخاطره انداخته بودن. ممنونم از افشین شایی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا از لیدز با ما.